خون از کلمات اون مصدرا بود. دو جمله از این کلمات باقی مونده که این دو جمله رو بحث کنیم و وارد فصل 22 بشیم. دو جمله باقی مونده یکی مربوط به بحث لقاء الله در عبارت اون مصدرا، یکی بحث در عقل و مراتب عقل. این دو جمله رو ایشون در این فصل 21 متعرض شدن به تمام فصل. اما مسئله لقاء الله رو خودیم اصحاب عرفان دنبال رسیدن به لقاء پروردگارن، یعنی تمام همشون، تمام نظرشون این است که برسن به فنای در حق. لقای در حق مراد فنای در حق است. مقام مقام خفی است و مقام اخبار. به این دو مقام برسن، منتهی الیه حرکت مقربی. نحوه آخر در کلمات مقربین همین مقام خفی و اخباز که از سویر به مقام لقاء الله میتونم. تمام همشون این و ملاک این لقا هم از کردیم عبارت از اون خوب بیش که در ذات عارف پیدا میشه، خوب به ذات باری تعالی که در این روایت هم امام جعفر صادق فرمود اذا عزا على سر عبده حب الله فهو خارق من كل شيء اخلا من كل شيء و اخلا من كل ذكر سوى الله. اگه حب خدا در قلب مؤمن و در قلب عارف محقق شد، تمام اذکار دیگه یادش میده، تمام امور منسی واقع میشود، فقط توجه به الله هست و بس. اخلاق من کل شه خالی میکند عارف از هر چیزی سوا ذکر الله، مگر ذکر واردار. اخلاق من کل شه و کل ذکر سوا الله. اینجا برای رسیدن به لقای پروردگار در قلب این عارف غیر از ذکر خدایی چیزی نیست، تمام امور از ذهنش و از قلبش خارج میشه، فقط یه چیز در قلبش باقی مونده، اونم ذکر الله. حب الله اذا عزا على قلب عبده، حب خدا اگر بتابد، تابش کند بر قلب عبد بنده خدا. اخلاق و ان کل شی خالی میکنه او را از همه چی، یعنی در قلبش هیچ چی دیگه نیست سوا ذکر الله، فقط یاد خدا. وقت این عارف، این محب، وقتی که این محبت درش پیدا شد میفرمود اخلص الناس سرن، خالصترین فرد از نظر اخلاص، خالصترین فرد از نظر اخلاص عبارت از این عبد، این عبد محب، عبد محب. حب الله اذا عزا على سر عبده، اینطوریش میکنه، اینا مخلص میکنه، اونم سرش رو، سرش میشه مخلص، یعنی تمام بطن و باطنش میشود مخلص، هیچ توجهی به غیر خدا نداره. اخلاص عبارت از این که لا یتوجه الى غیر الله، تمام همش توجه به الله هست. این حب اللهی که در قلب آمده، تمام حرکات سکنات برای همین حب الله هست، برای همین الله هست، هر کاری میکند لله هست. پس میشه اخلص الناس سرن، خالصترین مردم میشه از نظر سر، یعنی هیچ توجه به هیچ شیعی در عالم نداره. اخلص الناس سرن، اصدق الناس قولن، از نظر قول صادق ترین فرده،
یعنی یک کلمه دروغ در هویداش پیدا نمیشه، در حقیقت وجودش میشه. اصدق الناس صدقن، صادقترین مردم است از نظر صدق. اوفن ناس عهدن، از نظر معاهده، معاهداتی که داره، قراردادهایی که داره، از نظر قراردادها اوفن ناسی، یعنی از همه بهتر وفا میکنه به عهدش. حب الله چقدر اثر داره، مخلصش میکنه، صادقش میکنه، عمل کردن به وفود عهدهاش همه رو وفا میکنه. اسکن ناسه ذکرن، از نظر ذکر اسکن ناسه، ذکی ترین مردم از نظر ذکر. اعبد الناس نفسن، عابدترین بندگان خدا از نظر نفس. تتباهى الملائکة فی مناجاته، ملائکه هستش در مناجات این عبد با خدا افتخار میکنن که او رو مشاهده کنن ببینن. یه همچه حالت که پیدا میشه این لقاء الله، آثارش میاد، آثار لقاء الله، حب الله میاد. این حب الله که در قلب واقع شد، اینم آثار حب الله. آثار حب الله که محقق شد، یکی از آثارش هم اینست که ملائکه افتخار میکنن به مناجات این. این عبد داره با خدا مناجات میکنه، اونا افتخار میکنن به مناجات عبد، چقدر مقام داره. این حب الله چیکار کنیم که در قلبمون بیا، که فقط خدا رو دوست داشته باشیم، غیر خدا رو دوست نداشته باشیم، و اگه چیزی هم دوست داریم به خاطر خدا دوست داشته باشیم. زن و بچه رو دوست داشته باشیم به خاطر خدا، هر چی رو دوست داریم به خاطر او باشیم، نه به خاطر خودش، فقط به خاطر خدا باشیم. این لقاء الله عبارت از این، این حالت پیدا بشه، حالت لقاء الله، حالتی که تمام توجه عبد به الله هست، ازش تعبیر میکنیم به فنای فی الله. وقت این فنای فی الله آثار داره، آثارش اینه، اسماء و صفات حق برای این تجلی میکنه، درهای مجردات برای این باز میشه، اونایی که دیگران نمیبینن این میبینه، عالم برزخ براش هویدا میشه، عالم مثال هویدا میشه، عالم ملکوت هویدا میشه، عالم جبروت این عوالم وجود همه هویدا میشه. دعای شعبانی هم همین حرف میزنه، میگه و انر ابصار قلوب ما به ضیاء نظر ها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور. درهای مجردات باز میشه، هر مجردی بابش بعد از مجرد دیگری، اول کلاس اول مجرد باز میشه، دوم کلاس دوم، سوم، همینطور خلوم مجرد، تمام درهای مجردات برش باز میشه تا میرسد به معدن العظمه و تصل الی معدن العظمه. این اثر لقاء اللهی که ملا صدرا در عبارت اینجا فهمیدن در اثنای هم فصل 21 مسئله لقاء الله متعرض شده. این لقاء الله اثرش اینه، حب الله می آید، دنبال حب الله اون صفات در نفس می آید، دنبال اون صفات درها باز می شود، دنبال باشنه درها حقایق عالم شخص می شود. خیلی خوب، این مربوط به کلمه لقاء الله در عبارت ملا صدرا. در عبارت ملا صدرا یه کلمه دیگه هم هستش، اون مسئله مراتب عقوله. ملا صدرا فرمود عقل انسان ابتداءً عقل حیولانی است، یعنی عقل بالقوه. این عقل بالقوه رو وقتی به کار انداخت میشه عقل بالملکه، وقتی عقل بالملکه رو به کار انداخت میشه عقل بالفعل، وقتی عقل بالفعل رو به کار انداخت میشه عقل مصطفی. مراحل عقل رو انسان سیر میکند، از عقل حیولانی میاد در عقل بالملکه، از ملکه میاد در عقل بالفعل، از بالفعل میاد در عقل مصطفی. اینا آثارش چیه؟ عقل حیولانی همین عقلیست که مردم دارن،
که هنوز مطالبی چیزی نداره مگر اینکه باید دنبال معرفت بره تا علم پیدا کنه. وقتی دنبال معارف میره، دنبال توحید میره، دنبال نبوت میره، دنبال امامت میره، دنبال معاد میره، دنبال حقایق عالم میره، این میشه عقلش عقل بالملکه، یعنی عالم میشه به مبدا و معاد، عالم میشه به نبوت و امامت، عالم میشه به حقایق عالم، عالم میشه علم مفهومی پیدا میکنه، علم مفهومی، یعنی علم برهانی پیدا میکنه، از مقام جهل میاد بیرون، میاد تو مقام علم، ولی چه علمیه؟ علم مفهومیه، یعنی علم برهانی، حکمت البرهانیه. از مقام جهل خارج میشه، جاهل دیگه نیست، عالمه، اما علمش چه علمیه؟ علم مفهومی، حکمت برهانی. یه موقعی نیست که از اینم خارج میشه، از این مرتبه هم میاد بیرون، از مرتبه برهان هم میاد بیرون، میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه عبارت از اون عقلیست که تمام اون که یاد گرفته همه حاضر است. عقل بالفعل بله؟ عقل بالفعل عقل بالفعل تمام عبارت از اون مطالبی که همه رو یاد گرفته، همه رو تحصیل کرده، همه براش حاضر. عقل بالملکه دنبال یاد گرفتن بود، اما عقل بالفعل اونه که هرچی یاد گرفته حاضره، یعنی فراموشی دیگه نداره، نسیان دیگه نداره، به خلاف ما هرچی میخونیم فرداش بلد نیستیم، سال دیگه بلد نیستیم، دو سال دیگه بلد نیستیم، نه، عقل بالفعل اون عقلیست که اون چه تحصیل کرده همه رو حاضر داره، معلومات همه حاضره، بله یه مجهولاتی داره که هنوز ظفر بهش پیدا نکرده، اما اون چه تحصیل کرده یادش دیگه نمیره. میگن عقل بوعلی سینا اینطوری بوده، هر چی تحصیل میکرده حاضر بوده، هر مطلبی رو که یه دفعه هم که میخونده تا آخر عمر حاضر بوده. خب انسان اینطوری میشود عالم به کل شی، تمام معلومات عالم رو میتونه تحصیل کنه. تو همین زمینه که میگن بوعلی سینا در سال 16 سنش 16 ساله بوده کتاب قانون بوعلی سینا نوشته، 16 ساله بوده، یه بچه 16 ساله قانون طب نوشته، 1000 ساله دارن از این طب استفاده میکنن، 1000 ساله. ببینید چقدر این شخص باید فوق‌العاده باشه در عقل بالفعلش که هر چی که یاد میگیره تو ذهنش باشه. کتاب لغت از همه چی مشکل تر حفظش دیگه، کتاب لغت رو اگه ایشون یه دفعه مطالعه میکرده از اولی کتاب تا آخری کتاب همه دوزه میکرده، کتاب لغت یه صفحه هم آدم میتونه حفظ بکنه، چهار تا خطش هم میتونه حفظ بکنه، ولی بوعلی سینا میگه اینطوری. بوعلی سینا در طب میگفتن آقا به اون شخص مریض میگفت حرف نزن، تو نبرس به دست من صحبت نکن. حالا ما تجیم میکنیم دکتر نمیفهمه، تجیم میکنیم دکتر نمیفهمه. بوعلی میگم نبضت رو من بده حرف هم نده، نبضت که من میگیرم میفهمم مرضت که دوات. حالا کوه همچین دکتری کجا پیدا میشه؟ نبض هایی که بوعلی سینا خودش تصویر کرده، نبض بسیط و نبض مرکب و اقسام بسائط و اقسام مرکب و در نبض، هر کدوم از نفس هم یه اثر خاصی در بدن داره. شاید دکتران نفس حالیشون نیست از این، ولی بلد میشون نفسش. قرار ببینید علم یه دفعه انسان به یه جایی میرسه، در عقلش به یه جایی میرسه که تمام معلوماتی که به دست آورده همه حاضر، این میگیم عقل بالفعل. حالا از اینم بالاتر میره یه انسانی که عقل مصطفی، یعنی اون چرا که دنبالش هم نرفته بهش میدن، مجهولاتی هم که دنبالش نرفته بهش میدن، عقل مصطفی. سلسله انبیا اینطوری هست، سلسله اولیا اینطوری هست، همین که اراده میکند بداند میدن. ازا شاو ان یعلم یعلم، یا علم علم، ان یعلم یعلم، ان خب بخواد بخواد. اون چیزهایی که نمیدانست با اراده میدانه،
انسان به اینجاها میرسه. این مراتبی است که ملا صدرا در همین فصل 21 راجع به عقل بالفعل میگه، این مطالبی که بالفعل محقق میشه و به مستحاب دیگه از ذهنم نمیره، وارد برزخ میشه همینا هست، وارد ملکوت میشه همینا هست، وارد جبروت، هر عالمی بره این مطالب با مرگ از بین نمیره. یه شخصی نگه آقا وقتی مرد این مجتهد از بین رفت، اجتهادش از بین رفت، نه بابا اجتهادش از بین نمیره. در این زمینه ما فتوا دادیم که تقلید ابتدایی میگه جایز. چرا؟ چون ملکه اجتهادی که در این مجتهد هست به مردن از بین نمیره، ملکه اجتهاد هست، ملکه اجتهاد قوی تر هم میشه، یعنی موانع برداشته میشه، یه چیزایی که نمیدونست میدونست. پس میشه رساله مرحوم شیخ رو بگیرن انسان عمل کنه. مرد مجد که نمیشه ازشون مسئله پرسید، اونجایی که میتونه بپرسه به دست بیاره خیلی خوب. دیگه فروعی رو علامه هدی در کتاب مختلف فروع مختلف داره، اگه میتونه به دست بیاره خوب به دست بیاره، نمیتونه دست بیاره از مجتهد حاضر. بحث ما در اینه که میشه تقلید میت رو کرد افتادان، بحث اینه چرا؟ این واجد همه ملکات، ملاک هم ملکاته، مجتهد زنده چون ملکه داره اجتهاد میکنیم، تقلید میکنیم، ملکه داره، ملکه اجتهاد، حالا زنده باشد ملکه اجتهاد نداشته باشه، تقلید میشه کرد؟ من کان من الفقها ها صائناً لنفسی ملکه هست، من کان من الفقها ها صائناً لنفسی ملکتن، حافظاً لدینه ملکتن، مخالفاً لهوا ملکتن، اینا ملکه هست، به مدرد مرد در بین نمیره، پس همه هست، حالی که هست تقلید هم داره. چطور آیت خونساری گفتن که منا بیهوش نکن؟ فتوای ایشون اینه، فتوای من که این نیست، فتوای من زده همه مشکل پیشه. فتوای ایشون رو سر من مخواهی بزنی. میگیم ادله دلالت بر این میکند که آقا جون فقیه که شد این ملکات درش بود تقلیدش داشت، زنده و مرده نداره، نون بخور و نون نخور نداره که، نفس بکشه نفس بکشه نداره. این وقت نمیشه همون نزاهد عرده؟ نه شما زاهد عرده از اول که نخیر اجتهاد کردن و یه چوی دیگه تا آخر نخیر ابو حرفای حرفای علامه رو میخواد تقلید کنه، حرفای میخواد حرفای شیخ رو تقلید کنه، حرفای میخواد حرفای سید مرتضی رو تقلید کنه، صد جور هست، صد جور فتوا الان هست، الان فتوا مختلفه، حالا فتوا این علتش چیه؟ علتش عقل مستفاد بودنه، علتش عقل بالفعل بودنه، عقل بالفعل عقل بالفعل هست، ملا صدرا اینجا تصریح کرده باره که دستوری پیدا نمی کنن، تغییری پیدا نمی کنن، از بین نمیره، این حقایق از بین نمیره، حالا که نمیره پس به مرگ از بین نمیره، پس میتونه رسالش رو هم نمیدن. بله هر چیلی نمیدونیم، اگه سو رسالش فیده کردیم کردیم، نکردیم از موجودات که زنده هستن. خلاصه از بحث خارج نشیم، این توجه دادم به اینکه متوجه باشید مطلب اینطوریه. خب از این دوتا مطلب فارغ شدیم، یکی مطلب لقاء الله بود، یکی مطلب مراتب عقل بود. آقا اینایی که ترتیب جایی خب ما چی کار داریم میشه، یعنی میشه ما حرف خود اونو میزن. ما حرف خود اونو میزن، حالا اونو سرشون بشه یا نشه. پس چطور تقدیم میلیت را نجایی؟ خب های دستش چرا میگن؟ از خودشون باید پرسید. بله؟ کم از خودشون باید پرسید دلیلشون چیه؟ نه دلیل نه، آقای آخون آخرش گفتون منصرف، اطلاقات منصرف هست، نه ادعای انصراف کرد کفایه، ادعای انصراف آقای آخون ادعای انصراف گفتون منصرف هست به حل، منصرف هست چیه؟ چطور مطلقات دیگه منصرف نیست، به اینجا که رسید منصرف شد؟ نمیدونم شما توجه دارید من چی میگم یا نه، مطلقات همه جا مطلقه، اینجا این مطلق به اینجا که رسید منصرف شد به حل، ما چطور شد آقای آخون؟ حسرت استعمال نداشتن؟ نه آقا جون، آقا اینا چی چیه این حرفا؟ این حرفا چی چیه میدن؟ خلاصه تمام حرفشون انصراف. خب
ادله تام و تمام است. حی شرطش حیات ملکی، حیات حقیقی که انسان داره. بعد از مرگ حیات انسان حقیقی تره، بهتر میفهمه. چیزایی که در زمان حیات نمیفهمی در زمان مرگ میفهمه. باقی مونده در بحث اینجا عبارت از اون فصل 22 است. فصل 22 مسئله معرفت و مقذبین. در فصل 22 چون متعلق مقام مقذبین شده، محبت مقذبین. این فصل هم با این کلمه مقذبین تمام کرده. بعد وارد فعل باری تعالی، فصل بعد فعل باری تعالی، افعال باری تعالی. این بحث رو هم ما فعلا اجمالا بحث میکنیم، چون اینکه اونجا دیگه چیزی نداشته باشیم از بحث. مقربین سه جور محبت داره. در عبارت ملا صدرا این است که میخواد محبت الاکبر، محبت الاوسط، محبت الاصغر. سه محبت برای اولیاء الله هست، برای عرفاء الله هست. یک معرفت، معرفت اکبری. یک محبت اکبر است و یک معرفت اکبر. یک محبت اوسط است و یک معرفت اوسط. یک محبت اصغر است و یک معرفت اصغر. سه جور محبت، سه جور هم عرفان. اصغرش عبارت از مقام قلب، اوسطش عبارت از مقام روح و سر، آخرش که کبیر بوده باشد باره از مقام خفی یا اخلاص. این سه مرحله حب مقربین است و عرفان مقربین است. مقام قلب و مقام روح و مقام سر و مقام خفی و مقام اخلاص. مقام اصغرش مقام قلبی. عارف در مقام قلب محبت به خدا پیدا کرده، نه اینکه پیدا نکرده، ولی محبت ضعیفه. خودش رو در محضر خدا میبینه، مقام محضریت. یرا نفسه فی محضر الاله. حب الله داره، نه اینکه حب الله نداره، ولی حب الله ضعیفی که خودش رو در محضر الله، خدا رو مشاهده نمیتونه بکنه، اما خودش رو در محضر اله میبینه. ملاکش هم اینه، آدم رب هست و رب در محضر مرتبط ملیه. نظام آدم نظام رابطه دیگه، یعنی تمام آدم، مجردات و مادیات همه این ربطه به الله، موجودات همه این ربطه به الله. هیچ موجود اینی جلدن که ربطه به الله. نسبت ربط به مرتبط ملیه چه نسبتیه؟ نسبت محضریتی. هر ربطی در محضر مرتبط ملیه، هر چیزی که ربطی به یه چیزی داره در محضر اون قرار گرفت. مثالش هم بخوایم بزنیم، صور ذهنیه خود شما، شما یه صورت ذهنیه در ذهنتون ایجاد میکنی، صورت پدر رو در ذهن ایجاد میکنی، این صورت پدر نسبت به شما چه نسبتی داره در محضر شما؟ عالم نسبتش به خدا مثل صورت ذهنیه شما نسبت به شما. عالم نسبت به الله عبارت از ظهور الله هست، جلوه الله هست، ربط به الله هست. این ربط به الله در محضر الله. اگه انسان متوجه این باشد که عالم ربطه، ربط هم در محضر مرتبط ملیه، یعنی در محضر الله، خب همیشه خودش رو در محضر خدا میبینه. این محبت داره، خودش هم در محضر الله میبینه، ولی این محبت ضعیفه. محبت محضری بهش تعبیر میکنه، محبت محضریست، نه محبت حضوری. محبت حضوری نیست، محبت محضریست. این عبارت از محبت اصغر است و معرفت اصغر. این هم خیلی بالاست، نه خیال کنید که از اصحاب الیمین بالاتره، یعنی از اصحاب الیمین آمده بالا، تازه اومده تو مقربین، ولی مرتبه اول مقربین، کلاس اول مقربین که خودشو در محضر اله مشاهده میکنه. مقام دوم این است که نه خیر، میاد شاهد حق میکنه. لم اعبد رب لم اره، خدایی که نبینه عبادت نمی کنه. لم اعبد ربا لم اره، خدا رو می بینم و عبادت می کنم.
مقام مقام روحه، مقام سره، میاد در مقام روح و سر، یعنی مشاهده میکند هم یشاهد الحق و یعبده. این ایاکش درست میشه. تا حالا ما هرچی میگوتیم ایاکه، ایاکه نبود، تورا، تورا ما میگیم ولی تورا نمیبینیم، میگیم تورا عبادت میکنیم، تورا میبینی، تورا رو نمیبینیم، یعنی میگی تورا رو میگی ولی نمیبینی، تورا عبادت میکنه، منحصراً تورا عبادت میکنه، منحصراً به تو استان، تورا رو نمیبینی. اما این عارف میاد اینجا میگه میبینم تورا، اگه نبینم عبادت نمیکنه، که از مقام محضر میاد در مقام حضور میبینه. حالا این حضور هم دو جوره، یه دفعه حضور در آیات خلقیه است که در اون روایت داره که اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها. میاد در مقام حضور یه خدا میگوید، خدا میشنود، خدا میشنود، خدا میگوید، خدا میبینه. یه خود دیگه نمیبینه، میبینی خود را نمیبینه، خدا میبینه. آقا قرب فرایزه این؟ بله، این قرب نوافلیه، قرب فرایزه هر بالاتر از این، این قرب نوافلیه. فعضا احباب درو کن دوست هم حال وقتی نوافل رو به جا میاره میشه محب خدا میشه، وقتی محب خدا شد خدا این چشم رو براش باز میکنه، چشم قلبش رو باز میکنه، میگه خدا میبینم. فعضا احباب تهو، خدا میبینم، ما دوست داشتیم بنده خودمون رو، وقتی که محبه شدیم میشیم سمعش، میشیم بصرش، میشیم لسانش، ما میشیم لسان بنده، ما میشیم سمع بنده، ما میشیم زبان. میگه خدا میگوید، یه خودشو نمیبینه، خدا میبینه، خدا میشنود، یه خودشو نمیشنود، خودشو نمیبینه، فعلشو نمیبینه، صفتشو نمیبینه، خودشو نمیبینه. این قرب نوافل، در قرب نوافلی انسان به اینجا میرسه که میگوید خدا، 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 فقط خدا میبینه، غیر خدا نمیبینه. این مقام، مقام روح و مقام سر. منتها فرق بین سر و روح همین است که در عالم سر درهای مجرد هم براش باز میشه، یعنی در برزخ هم براش باز میشه، برزخیار هم میبینه، عالم مثال هم باز میشه، عالم مثال هم میبینه، عالم ملکوت هم میبینه. اون چیزایی که مردم نمیبینن اون میبینه، اونی که مردم نمیفهمن اون میفهمه، درها باز میشه. مقام، مقام سر، ولی هر دو شهود حق داره، هر دو حق رو مشاهده میکنه در آیات خلقیه و عمودی. یه ده هم از این بالاتر میره که قرب فرایزی باشه، اونجایش که فانی میشه در حق، دیگه هیچی نمیفهمه. فلا هسته و فسعیق علی جلاله. ابو دردا میگوید به اینکه با علی مشغول مناجات بود، علی علیه السلام، ما با علی بودیم در نخلستون، صدای علی قطع شد، من رفتم برو دیدم علی مثل چوب خوش شد، چوب خوش شد. این مقام لا هسته و فسعیق علی جلاله، این سعب عبارت علی، این بیهوشی در اینجا فنائه، فنائه فی الله، فنا در همه اسماء و صفات داخلی عبارت علی که مظهر مقام احدیت و مقام واحدیت. میشه گفت بنده عین الله میشه اینجا؟ نه، عین الله نمیشه. علیان عین الله مال کجاست؟ نه، علی عین الله مال نه، فتصل، فتصل الى معدن عظمه، فتصل الى معدن عظمه، وصل میشه، عین نمیشه. نه 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 عمله، مال عمله، نه عین، عین نمیشه، وصل میشه. شخص فانی در حق واصل به حق است، عین الحق نمیشه. علی الله گفتن کفره،
علی الله و بله این دیگه خدا میگوید، نه من خدا هستم، خدا میگوید، خدا میکنه، خدا میره، خدا توفیه، همه کارها رو خدا میکنه. ما الان هم میتونیم از نظر علمی بگیم خدا همه کارها رو میکنه، ولی اون داریم میبینیم، ما میفهمیم و میگیم، اون میبیند و میگوید، ولی این نیست، بسید اینیت، این کفر. اگر فعلی این ذات باری تعالی شد میشه کفر، ذات باری تعالی این یک موجود شد میشه کفر. نه فتصله دعای شبانیه اینه، تمام مراتب حجاب رو بالا میره، اما فتصله الی معدن الحلیم، نه تتحدو الی معدن الحلیم، فتصله الی معدن الحلیم. حالا که تصل شد، نتیجه تصل چیه؟ فلاحسته او فسعیقل وقتی بود، حالا که فانی شد، حالا که وقت شد، چه بیهود. ابو دردا میگوید به این چیزم علی در همچه حالتی هست، گفتن که علی از دنیا رفته، آمدن به فاطمه زهرا تسلیت بگن. فاطمه زهرا فرمود علی چه حالت؟ گفت اینطوری. گفت علی هر شب چندین بار از عشق و محبت اله اینطوری میشود. تو مثلا برمید علت این سایقل جلاله چیه؟ علت همین محبت تام و معرفت تام. گفتید مقام چی؟ مقام خفی یا اخفا. بالا میاد و بالا میاد و بالا میاد که توجه تام به ذات باری تعالی بدونه. شما مگه توجه به یه چیزی پیدا کردی فانی میشه در اون اونتا توجه پیدا نمی کنید. هیچ کتابت هم مطالعه می کنید توجه پیدا نمی کنید. در دوی کتاب مطالعه می کنی نمی فهمی. اینقدر حال نداری که تو کتاب بری مطلب رو یاد بگیری و تو هر رو استاد بری خود مطلب رو یاد بگیری. ولی اونی که میره در الله، تمام توجهش به الله میشه، دیگه خود نمی بیند، صفت خود نمی بیند، فعل خود نمی بیند، فقط چی می بیند؟ الله مشاهده می کند. وقتی الله مشاهده کرد، جلال و عظمت باری تعالی او رو به سقف میاندازد، او رو بیهوشش میکنه. این عظمت باری تعالی. در روایت دارد که امام حسن مشغول وضو گرفتن که بودن، حالت ارتعاش پیدا میکرد، حالت لرزش پیدا میکرد. این شخص سوال میکنه آقا چی شده شما دارید میلرزید؟ در محضر اله هستید. درک میکند محضر عظمت باری تعالی. ما که درک نمیکنیم، ما هم اگه درک بکنیم میلرزیم. عظمت باری تعالی که درک بکنه میلرزیم. حالا اگه خیلی عظمت رو فوق العاده درک کرد، فانی فانی که شد حالا سخت، یعنی بیهوش میمونه. یعنی بدنش تاب نمیاره، یعنی که تاب میاره بدنش، اگه تاب نیاره که بر نمیگرده. تمام علاقهش به عظمت باری تعالی است، تمام درکش به عظمت باری تعالی است، یه هیچ چیزی غیر نمی فهمه. خودبین، ما خودبینیم که اینطوری هستیم، ما فعل خود میبینیم، صفت خود میبینیم، ذات خود میبینیم، هیچ وقت دنبال یک کسی دیگه نمیبینیم. خدا یک دفعه نشد شما یه رکعت نماز بخونی با عظمت باری تعالی، میگه الله اکبر ولی لفظ الله اکبر کو عظمت تو ذهن شما؟ عظمت خدا عظمت، اگر عظمت باری تعالی آمد همینطور. امام مشغول نماز خوندن بود، امام افتاد، امام جعفر صادق مشغول نماز افتاد، بعد که ایشون به حال آمد سوال کردن آقا چی عظمت باری تعالی؟ ما شما چی؟ شما میگی الله اکبر نمی فهمی. او قربت فرایز هوا... حواسون هم هرچی جمع میکنیم دو مرتبه میره یه دیگه. ما پیش از نماز تصمیم میگیریم که همه رو بذاریم کنار، دنیا رو بذاریم کنار، مافیا رو بذاریم کنار، انسانها رو بذاریم کنار، اون چه در قلبمون هست کنار بذاریم، عظمت خدا رو هم توجه بهش بده کنیم، خودمون هم در مقام عظمت خدا ببینیم، بعد بگیم الله اکبر. اما تا گفتیم الله اکبر بر دیگه میریم، تا میخوام بگیم الحمدلله از یه دیگه
الرحمن رحیم یه جا دیگه هستیم، مالک یوم الدین یه دیگه هستیم. هیچ آقا دون معصوم به قرب فرایض میتونه برسه؟ بله. یکی از صحبتاتون فرمودین زادن الان نمیدونم برای 20 سال پیشه 30 سال پیشه، بله، فرمودین که مقام قرب فرایض برای عالم مشیته. فرایض خود فرایض مراتب داره، مرتبه سلمان داره، مرتبه پیغمبران داره، مرتبه انبیا هم داره که آلت الحق میشه. انبیا هم همه قرب دارن، قرب فرایضی دارن، منطقه قلب فرایضی مراتب داره. مرتبه مشیت آخرین مرتبه قلب فرایضی هست، نه اینکه کسی نمیتونه، همه خلق من برای قلب فرایضی، همه خلق داره، هم قلب نوافلی هم قلب فرایضی، منطقه ما نمی کنیم، دنبالش نیستیم، دنبال تحصیلش هم نیستیم، دنبالش نیستیم. اگه دنبال تحصیلش باشیم و بخوایم البته میشه، چرا نمیشه؟ چنانچه عده از بزرگان شدن. خلاصه پس بنابراین ببینید اینجا سه قسمت کرد ملا صدرا در این فصل 22 خبر و معرفت رو سه قسمت کرد، اصغر و متوسط و اکبر. اصغرش عبارت شد از مقام قلب و متوسطش عبارت شد از مقام روح و سر، اکبرش عبارت شد از مقام خفی و اخبار که فنای در الله هست. اون فنای در الله وقت مراتب داره. در روایت امام جعفر صادق فرمود به اینکه حب الله، جمله خود امام جعفر صادق هست، حب الله الى عزا الى سر عبده. بعد می فرمود العارف و شخصه مع النار و قلبه مع الله. عارف شخصش با مردمه، تو مردمه، ولی قلبش با الله، یعنی این تمام توجهش به الله در قلب. اون وقت این حالت مختلف داره. یه دفعه میبینید ببینید که یه آن ممکنه که همین عارف یه آن از خدا غافل بشه، یه آن. اذا سها قلبه عن الله لمات شوبن الالله. ببینید یه هنچه عارفی هم داریم. این هم جاهزاد برای مردم میگه یه عارفی طوریه، اگه یه آنی غفلت از خدا پیدا کرد میگه این جهان طبیعت رو دیگه نمیخوام، بابا از جهان طبیعت گذشتم، جهان طبیعتی که یک آن منو غافل از خدا کرد. مات شوبن الالله، مرگ اختیاری داره، به اختیار میگه مات شوبن، مرگ آن جهان ساده داره، مال من نیست که. العارف و شخصه مع النار و قلبه مع الله لوسها قلبه طرفت عین، یه آن از خدا غافل بشه، یه آن، نه همیشه از خدا غافل بشه، یه آن غافل بشه، لمات شوقاً الالله. خیلی خوب تا اینجا ببینید این مطالب مربوط به اصغر و مرسط و اکبر تمام شد. منتها یه جملات دیگه ملا صدر اینجا داره در این فصل، اینا را البته در جلسه بعد متعرض میشیم، بعد وارد مبحث بعد انشاءالله. بله بله متعینی و حالا شما برشت فهمید که عالم مادی متعلق علم حضوری هفت تبارک که تعالی قرار میگیرد. بله میتونیم بگیم نسبت بدن و نفس هم همین جوره. بله اون وقت این محسوساتی که آلات حسیه مادی درک میکنن به همین بیان برای نفس علم حضوری باشه. بله نفس وقت قلبی شد میشه، الان مشیت برایش همه عالم این حضوری شد. بله برای بقیت الله العظم نقش نظام آدم این حضور، ماده این حضور، بدن ما هم برای ما همینجور میشه. مخلی ما بالا آمدیم الان اینجوری نیست بدن ما، نه الان این حضور نیست، الان غایب از ما. ما اگر قوی شدیم مثل همون سلسله انبیاء و اولیاء و هر درجه که بالا بره، همون درجه که بالا میره عالم مادون این حضور میشه. جزا میزم بلنما کنم رب ارینی کدوم یکی از این مقام قرار بگیر؟ رب ارینی، رب ارینی، بله که آخرش داره که فلان و افاقه و بله. این ارینی رو البته موسا به دو لسان باید بحث بکنیم،
یه در بلغه بلشان قوم بوده که قوم گفتن که بگو خدا خودشون ما نشون بده. این البته لشان خود موسا نیست، لشان قوم موسا که میگیم کفر هم باشون، برای اینکه خدا دیدنی به حس، به عالم حس دیدنی نیست. اونا میگفتن خدا رو ببینیم با چشمون ببینیم، اما نر الله جهرتن جهرتن. این البته سؤال موساست از ناحیه قوم، نه از ناحیه خودش. یه در هم نه، سؤال موسا از ناحیه خودشه. اون عبارت از شهود حق است در مقام فنا، اون اشکالی نداره. هم مقام اخفا میشه، مقام خفی یا اخفا میشه، منطقه اگر که مثل مادون باشه خفیه، مافوق باشه اخفاست، چون اونجا مراتب هست. تو وقتی کلم ما تجلا رفته بود جبل چه معنی داره؟ بله اونم همون بود. لیل جبل چه رو خواهد؟ لیل جبل چه رو خواهد؟ برای اینکه توجه بده این صدا که جبل بخوره که جبل رو سخت کشونه، یه دفعه شما رو متوجه به یه جای دیگه میکنه. چه انسان میشه که از خودش بی خود بشه؟ یه دفعه یه مطلب مهمی پیش آمد میکنه. اون روز که زلزله آمد در قم یادتونه؟ یه دفعه همه یه جای دیگه رفتن. این سهم بودن جبل انسان متوجه میکنه به ماورای خودش. وقتی متوجه ماورای خودش شد فانی ضرر میشه. این برای توجه انسان از خودش بی خود بشه. تجلی جبل برای اینکه از خود بی خود بشه. تا از خود بی خود شد مفجع الله میشه. اولای که لهم الامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولای که لهم الامن. این هم در چه مقام قرار مراتب داره؟ هم مراتب داره، یعنی همه مقام به اصطلاح اصحاب یمین و مقرب همه 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 هم داره، منتها هر کدوم مرتبه خودش. هر مؤمنی در هر مرتبه از ایمان هست هم داره نسبت به ایمانش دیگه. درست بله، تا ایمانش چند درجه باشه. اصحاب الیمین امن، اصحاب الیمین دارن، اصحاب مقربین امن، اصحاب مقربین ولی همه امن دارن.